که ریشش سوشیانت آریایی است، ریشش 7000 سال پیش مال ایرانه. وقتی که میترا از کوههای پامیر تاجیکستان میاد بیرون پایین و بعد وقتی میخواد بمیره نمیخواد جسدش رو ببینن، میره به کوه برمیگرده، در اونجا میبینه و همواره چشمناه مهر میترا بودن. بعد در زرتشتی میشه سوشیانت در یهودیت، که میدونید که آقای دکتر خزعلی، تورات در 2500 سال پیش در هنگامه آزادسازی بابل توسط کوروش نوشته شده، 2500 سال سابقه نگارش داره، یعنی 500 سال پیش از عیسی مسیح، و خیلی از مسائل آریایی رو در بر گرفته، همچنان که در رابطه با کوروش و استر و موارد دیگه دانیل که در اینان دفن است درش هست. ولی اینها رو اگر اجازه بدین آقای دکتر مهدی خزعلی عزیزم میذاریم کنار. نکته بسیار مهم، چون همونطور که میدونید پخش جهانی من برنامهش خیلی کمه، چند دقیقه بیشتر روی نمونده، ولی میدونید مهمان دارن در سر تا سر فرانسه. ما رو میتونید روی کانال تیوی پرسو کانال 99 ببینید و در سر و سر جهان بجز ماهواره پارس میتونید ما رو از طریق اینترنت 24 ساعت ببینید. به persiancnn.tv برید و میتونید ما رو لایف ببینید. persiancnn.tv به انگلیسی میگن، ما به فرانسه میگیم persiancnn.com.tv. آی دکتر خزعلی، نکته بسیار مهم دیگه ای که امروز من دلم میخواست، چون روز خوبی هست به خاطر اینکه یکی از قهرمانان ملی ما لااقل به عنوان بیمار تونسته از زندان بیاد بیرون، عباس پالیزدار عزیز، که من از همینجا اگر اجازه بدید درود بفرستم به عباس پالیزدار، به خانمش، خانوادش و به دخترش زهرای بیمار. عباس پالیزدار، آی دکتر مهدی خزعلی، پس زندان رفته به بیمارستان، ایشون با وثیقه قرار بود آزاد بشه پیش از نوروز، آزادش نکردن. در نامه‌ای که اخیراً ایشون منتشر کرده و شما این رو در اختیار همه گذاشتید، این نامه رو و به ما بگید، اولا عباس پالیزدار حالش چطوره، دو من در این رابطه در رابطه با این نامش بگید که نامه خیلی مهمه. من دیدم مهربان یاران در این نامه، همچون که ما پیش از این گفته بودیم، مطرح کرده بودیم، آقای عباس پالیزدار خودش تأکید کرده که به فرمان رهبری عمل کرده وقتی که این افشاگری بزرگ رو کرده و دزدای اقتصادی رو و مفاسد اقتصادی ایران رو افشا کرده. در نامه خودش تصریح و تأیید کرده که عرض کنم خدمتتون به دستور رهبری این کار کرده. پیش از این آقای دکتر مهدی خزعلی باز در اختیار همه گذاشت گفتگوی همسر آقای عباس پالیزدار رو با احمدی نژاد، که احمدی نژاد نیز گفته بود که، یعنی خانم پالیزدار بهش گفته بود که شما ایشونو تشجیع کردید، تشویق کردید که بگه حالا چرا رها کردید و غیره، که در اون رابطه هم احمدی نژاد پاسخ داده بود. من همه اینا رو واگذار میکنم به مهربانیان دکتر مهدی خزعلی که از نزدیک آشناست، در رابطه با بیماری و جانباز بودن عباس پالیزدار اطلاعات بیشتری داره، ما رو آگاه کنه در رابطه با حال و روز عباس پالیزدار. آقای دکتر خزعلی گوش میکنید. از کنم سوال شما سه محور داشت. یکی بیماری ایشون بود که چند ماهه که ایشون از بیماری رنج میبره و مکرر وکیل ایشون نوشت که ضرورت داره. سلام و درود به همه بیباکان و دلپاکان میهنم، سلام خدا و درود خداوند به همه عاشقان میهنم با هر نظر سیاسی و با هر اندیشه و با هر دینی. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، زنده باد عشق به سرزمین مادری. بدرود تا دوشنبه 9:30 صبح، چهارشنبه 9:30 صبح، جمعه های کنیم تا 3:30، تا دوشنبه 9:30. خدای ایران، نگهبان ایران و همه شما باد. بدرود. رکمت عشق کرده، رولو پاشو بزر کرده، با چهار مزرا به ایرونی لبندی هاشو تک کرده. رکعت اول سیمین، صدای شادمانی نسلی که آزادی را فریاد می زند. سیمین رکعت دوم، چکامه های مسعود امینی به روایت سیمین. اسم وطن یاد بزرگ بگیر بگو،
واسط میمیرم گلوت گینم وطنم دینم مبینم چشمشو در میارم هر که بخواد چپ تو چشات نگاه کنه میکشمش هر کی بخواد به جز خلیج فارس تو رو صداد کنه میکشمش وطن عزیزم همه چیزم عشق علی سلام با صلوات و سلام عشق علی سلام با صلوات و سلام مردم من از عشق تو مردم مردم من از عشق تو مردم رکعت عشق این روزکی پام یاری رفتن نداری لبای خوش گیدم حرفی واسه گفتن نداری از سنترال فیلم و پارس ویدیو از هم اکنون در سراسر جهان